سلام دوستان و همراهان عزیز کانال بروسترین در این ویدیو با خواص سنجد آشنا خواهیم شد و قبل از دیدن این ویدیو از کانال بروسترین حتما این ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید سنجد یکی از میوه های بسیار مفید است که طبع خشک و سردی دارد و از همین رو برای افراد با طبع گرم و تر مناسب است این میوه پرخاصیت از زمانهای بسیار قدیم توسط ایرانیان مصرف می شده و در اعیاد سنتی جایگاه خاصی بر سر سفرای پذیرایی داشته است. سنو درخت سنجد در دنیا وجود دارد. سنجد سرشار از فیبر و مواد مغذی و ویتامین های از جمله ویتامین C و کا است. سنجد دمای بدن افراد گرم مزاج را پایین آورده و رطوبت بدن آنها را نیز می گیرد. مسلح سنجد موادی از جمله اصل، شکر قهوه‌ای و نبات هستند. سرماخوردگی سنجد سرشار از ویتامین C است که سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند و برای پیشگیری و درمان سرماخوردگی، آنفولانزا، گلودرد، سرفه و تب مفید است. سنگ کلیه خاصیت ضد درد و التهاب سنجد ثابت شده است. علاوه بر این سنجد یک ادرارآور طبیعی است که با پاکسازی و سمزدائی کلیه ها به درمان سنگ کلیه کمک می کند. درمان تکرر ادرار سنجد دارای خاصیت درمانی برای رفع تکرر ادرار در زنان و مردان است. خواص ضد باکتریایی اصاره موجود در سنجد با جلوگیری از رشد باکتری ها آنها را متوقف می سازد. زیرا این اصاره تأثیر آنتیبیوتیکی دارد. کبد چرب با پاکسازی و سمزدایی کبد در درمان بیماری های کبدی از جمله ورم کبد و کبد چرب موثر است. جوانسازی پوست صورت ویتامین C بسیار و آنتی های موجود در سنجد موجب افزایش کلاژن می شود و در نتیجه به کاهش چین و پوست و جوانسازی آن کمک می کند. آرامش عضلانی مطالعات مختلف بر روی موش ها نشان داده که اصاره سنجد مانند داروی دیاسپام عمل می کند و موجب آرامش بدن می شود. لاغری و کاهش وزن سنجد فیبر بسیاری دارد. به همین دلیل با مصرف آن اشتها کمتر شده و از پرخوری جلوگیری می نماید. در نتیجه در کاهش وزن و لاغری موثر است. سلامت قلب و عروق. افرادی که از بیماری های قلبی و عروغی رنج میبرند می توانند با مشورت پزشک خود از خواص مصرف سنجد بهره شوند. سنجد برای دیابت تاثیر سنجد بر دیابت بسیار زیاد نیست. اما می توان به جای استفاده از قند و شکر و شیرینی از سنجد استفاده کرد. البته نباید در مصرف سنجد زیاد روی نمود. روزانه می توان یک قاشق غذاخوری پودر سنجد و یا یک چهارم لیوان سنجد خشک میل کرد. روش تهیه پودر سنجد و نحوه مصرف آن برای تهیه پودر سنجد بهتر است از پوست، گوشت و هسه آن استفاده شود. تعدادی سنجد را به وسیله آسیا برقی به صورت پودر تهیه کنید. روزانه یک قاشق غذاخوری از پودر را در یک لیوان شیر مخلوط کرده و با اضافه کردن کمی اصل آن را شیرین کنید. سپس به عنوان یک میان وده و یا قبل از خواب شبانه آن را میل کنید. این ترکیب تاثیر فوق در درمان پوکی و سخان و درد مفاصل زانو دارد. برای درمان سریعتر به مدت 15 روز مداوم به صورت ناشتا این ترکیب را میل کنید. عوارض مصرف سنجد سنجد نیز مانند هر خوراکی دیگری دارای عوارضی می باشد. مثلا مصرف سنجد ممکن است موجب یبوست، حسبه، سوه هازمه، افونت رودهی و آنبولی شود. به همین دلیل افرادی که دچار این عوارض می شوند باید با نظر پزشک سنجت مصرف نمایند.